سال کمتر گذشته باشه، میتونید در واقع مورگیج رو برش اقدام بکنید. جاب آفر در واقع یه درآمد بالقوه هست که در واقع نشون میده که فلان شرکت برای شما مثلا ونیو 100,000 تا 50,000 تا رو داره و با استفاده از اون میتونید برای مورگیج اقدام بکنید. حتی برای خونه تو بسه؟ نه، فقط اول آف تو دوپلکس. سوالی دیگه ندید؟ میشه اون اسلاید قبلی یک توضیح بدید؟ اولی رو؟ برای رنتال پراپرتی یا مثلا فرض کنید شما دوپلکس میخرید، خب یکیشو قرار خودتون توش زندگی، یکی از پلکس ها قرار خودتون توش زندگی کنید، اون یکی ما میتونیم 80% حساب بکنیم به عنوان اینکام شما. فرض کنید اینکام شما 100,000 تاست، پراپرتی که دارید میخرید 600,000 تاست، به اضافه اینکه در واقع یه دوپلکسه که یکی از پلکساشو 1200 ازش درآمد کسب کنه و یکم قرارش زندگی کنه. ما 80% 1200 میتونیم حساب بکنیم به اضافه یه اینکام خود شما بکنیم، در واقع کمک بکنیم به ریشیو هات. خواهش می‌کنم. بله بفهم. لونای اونتاریو توی سیستم ثبت میشه ولی لونای کبک نه. جان؟ یعنی پس مشکلی ایجاد نمی‌کنه؟ نه. خواهش می‌کنم. من این سوال شما گفتیم که 5% کردیت لیمیت رو از افوردبیلیتی کم می‌کنیم. ببینید خیلی کامپلیکیتد میشه اگه بخوام توضیح بدم، ولی فرض کنید که شما می‌خواید یه اپلیکیشن در واقع برای مورگیج سابمیت بکنیم و مثلا 10,000 تا روی کردیت کارتتون لیمیت بالانس دارید، خب ما 5% اون 10,000 تا که معادل 500 دلار میشه رو به عنوان بدهی های ماهانه شما در نظر میگیریم، که مثلا مثل اینه که شما یه لیز ماشین دارید با مبلغ 500 تا ماهانه، خب بهتره که این رو صاف بکنید، تسویه بکنید که ما اونو نبینیم که افوردبیلیتی شما رو کم نکنه. این 500 تا دقیقا میتونه 500 تایی باشه که شما برای مورگیج پرداخت کنید، البته با کوالیفاین دارید. اوپن ریتش خیلی بالاتره، اوپن رو روش 5 و 6 بسی بیداره به اینکه کامپنشنال باشه یا اینشور رو روش 2.5 2.6 تا 2.8 دو مدل در واقع جرم حساب میشه. اگه وریبل باشه 3 ماه اینترست رو حساب میکنیم، ولی اگه فیکس باشه مثلا فرض کنید شما ترم 5 ساله گرفتی و توی اون ترم 5 ساله قرار است مثلا فرض کنید سال 3 رو کنسل بکنید، خب دو سالش مونده دیگه، ما میبینیم که اون موقع که به شما مورگیج دادیم ریت چقدر بوده، ریت سال 3 رو چقدر بوده، این اختلاف رو حساب میکنیم برای تتم حساب اون مونده دو ساله، میبینیم چقدر در واقع سود باید شما پرداخت میکردی که نمیکنیم. حالا نه بر اساس کلوز، همه کلوز هم حالا بعد انا یه دوست داشتیم من بیشتر باید توضیح میدم. سوالی هست خوشحال میشه. Okay, with we have another distinguishing program that is just offered by CIBC. If you are a PR holder and you are here less than 5 years with your PR card, you are eligible to apply for a mortgage with 20% down payment and just a job offer. The job offer is the potential income that shows that the company will agree to pay you, let's say, 100K per year, and you can purchase with that one. And the other program that we have is for self-employed people that who own their own business, but it's a tricky program. It's not good for every self-employed, but let's say if you own a business, if you own a restaurant and you have some cash receiving, with this program we can do something. But let's say if you are an Uber driver, then it's not good for you, because there should be some cash that we could say that your nominal income is what,
and your what you declare is what minus x. خب من فارسی رو بگم که خب بهتر بتونم انتقال بدم. برای سلف ایمپلوی پروگرام ها در واقع شما با 10% دام پیمنت میتونید خرید بکنید. این شورت میشه مورگیج شما و در واقع باید بیزینسی باشه که توش کش باشه که اون درآمد اسمی شما بیشتر از درآمدی باشه که دیکلیر کرده باشه. مثلا فرض کنید شما یه رستورانی دارید که 100,000 درآمدش اون رستوران هست ولی خب شاید شما 50,000 تا دیکلیر بکنید. به خاطر همون ما میتونیم استفاده بکنیم از این پروگرام که بگیم شما درآمد شما 100,000 هست. جان نشه باید چیزی باشه که توش کش موجود باشه تو اون بیزینس که بتونیم بر اساس اون بگیم. مثلا برای رینوویشن شاید بتونیم بگیم جان ولی اوبر رو مثلا نمیشه چون اوبر حتی بخوان تیپ هم به شما دارن تیپ رو در واقع الکترونیکی میدن رینوویشن رو میشه من چرا؟ این پروگرام فقط یک سال آخر رو در نظر میگیره و در واقع همچون که گفتم پروگرامی هست که برای همه سلف ایمپلوید بیزینس ها اپلیکیبل نیست. برای کسی که توی اون بیزینس کش هم کار میکنن مثلا فرض کنید شما یه گاراژی دارید یه در واقع تعمیرگاهی دارید که توی اون تعمیرگاه مثلا نمیدونم کش هم میگیرید اون میتونیم اون استفاده بکنیم برای این حالت میتونیم بگیم ولی چه بیاره که برای تکس هم سال قبل وارد کردم کم هست 20,000 تا بله خب ما میتونیم بگیم 30,000 تا سینکامشون کنم ولی میگم این پروگرام خیلی تریکی هست و دلیل خوبی بیاریم که شما 30,000 تا رو واقعا داشتی یه کوچول پروگرام سختی جان نمیگم پس رو بارد میکردی سوالی داشتی بسید جان میتونیم اونا استفاده بکنیم ولی واقعیتش خیلی کامپلیکیتده. ما برای اینکه بتونیم خارج از کانادا رو این کامشو در نظر بگیریم باید کردیت بوبای اون کشور رو داشته باشیم. برای ایران نداریم متاسفانه. خیلی سخت میشه تا متقاعد بکنیم اون کسی که داره فایل شما رو ریویو بکنه. آپشن‌های دیگه ای هست که حالا برای شما در نهایت توضیح خواهم داد. احتیاجی نیستی؟ چرا؟ شما هر دیلی که زیر 20% باشه رو باید اینشورنسش رو پرداخت کنید. برای این پروگرام در واقع شما میتونید 30% تا 35% هم پرداخت بکنید اینشورنسش رو پرداخت بکنید تا بتونید از این پروگرام استفاده کنید. برای اون اینسنتیو حتما باید زیر 20% مجموعه دان پرمیتی که شما میذارید و گورنمنت باشه. خب اگه بشه بالای 20% نمیشه مثلا دیگه امکان پذیر نیست از ما این طرح استفاده کنید. از کدوم طرح؟ طرح اینسنتیو CMSC همون که به شما 5% یا 10% رو اعطا میکنه. پی آر باشن یا سیتیزن یا
در موقع ورک ویزا داشته باشن اینجا نوشته بودیم. باید در واقع سیتیزن، پرمننت رزیدنت، تمپورری رزیدنت، آفترایز تو ورکینگ کانادا. سه تا استیتوس هم میتونن داشته باشن. اگه در واقع دیل شما با هیچ بانکی اپروف نشود، ما میتونیم دیل شما رو ببریم برای بیلندر و پرایویت لندر و که یه شرایط آسون تری دارن برای اینکه به شما مورگیج بدن. با بیلندر در واقع من اجازه بدید نه اول توضیح بدم، ایلندر همون بانک میشه، بیلندر در واقع یه سری مؤسسات بانکی هن که یه جوری بانک هن ولی اونقدی که بانک سخت میگیره برای دادن مورگیج اونا سخت نمیگیرن. و سیلندر همون پرایویت لندره که در واقع قرض دهنده شخصیه که ریت های بالاتری داره نسبت به بیلندر و ایلندر. بیلندر در واقع ابرجه اون دو تا سیلندر و ایلندر. در واقع از این طرف هر چقدر که ریسک بالاتر میره اینترست ریت هم میره بالاتر. خب if your mortgage is not approved with any bank we can submit your mortgage application through bilenders or private lenders. With the bilenders you have to pay 2% lender fee, and also for private lender we have lender fee, but it depends on the on your deal. And with the B-lenders and the C-lenders, with the C-lenders actually they don't check your credit score or your what you do. What they check is to see if you have equity on the property that you are going to purchase. So with the C-lenders you have to put 35% at least. With the B-lenders, you have to put 20% down payment. And as we have talked about,